ریاست اطلاعات و فرهنگ بدخشان برنامه را به هدف رشد و پاسداری از ارزش‌های فرهنگی تحت نام شعر در نفس‌های گرم شورچای بدخشانی با حضور دهاتن اشعارا، فرهنگیان و نویسندگان در شهر فیض‌آباد مرکز این ولایت برگزار کرد. در این برنامه یک روزه شاعران و فرهنگیان با خوانش و دکلمه اشعار به توصیف شورچای بدخشانی پرداختند و خواهان ثبت آن در بخش میراث‌های فرهنگی کشور شدند. لافی چهار مغز و چای و آبی کوکچه دائما آماده سربازی با هر دشمنند. نقش خیماق و حضور کلچه را هم کم مگیر. این دو هم دو پهلوان فاتح و دژ افگنند. معزالدین احمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ بدخشان هدف از برگزاری این برنامه را تقویت، رشد و توسعه فرهنگ‌های بومی و معرفی آن به جهانیان توصیف نمود و گفت که امارت اسلامی به حفظ و رشد فرهنگ‌های بومی در کشور متعهد است. او شورچای را یکی از غذاهای محلی بدخشان توصیف نمود و گفت قرار تحقیقاتی که انجام شده این نوشیدنی بومی بیش از 40 فایده منحصر به خودش را دارد و نیز به نسبت داشتن مصرف کم در هر خانواده قابل دسترس است. هدف از راه اندازی این برنامه و این مشاعره فرهنگی که در ارتباط به شورچای بود به همه جهانیان معلوم است و ما خواستیم که بفهمانیم و انتقال بتیم ایرا به اطفان دیگر جهانیان که شورچای در بدخشان از سابقه پیشنه سابقه داره و این شورچای که هست یکی از غذاها و به فرهنگ مردم مبدل شده و شورچای در هر 24 ساعت دو بار در بعضی خانواده ها سه بار تناول میشه و میتونم به صراحت بگم که مردم بدخشان با خون و ریمشان اصلا فرهنگ شورچای و شورچای خوری به اصطلاح وصل است و ما امیدوار هستیم که بتانیم این فرهنگ به دیگر نقاط جهان انتقال بتیم. از سوی هم عبدالبصیر وثیق شاعر و نویسنده خواستار ثبت شورچای بدخشانی در فهرست میراث‌های تاریخی سازمان ملل متحد گردید. گرامی داشت یا نکو داشت از نوشیدنی که در بدخشان بسیار مروج است و جزی فرهنگ بدخشان است به نام شورچای، جمامد امروزی با حضور شعرا، سخنوران و فرهنگیان و رسانه ها از جانب اطلاعات فرهنگ به می ارتباط را اندازی شده بود. در این جای شکی نیست که شورچای یا فلسفه شورچای یا پیدایش شورچای گذشته بسیار دور و درازی در بدخشان داره، همون گونه که دوستا صحبت کردن که در حدود 350 سال پیدایشی در بدخشان میگذره، ولی مثلا کشورهای همسایه ما بسیاری از میراث های فرهنگی را به نام خودشان ثبت کردن و من میترسم یک روزی هم فرا میرسد که شورچای هم یکی از کشورهای همسایه به نام میراث های فرهنگی خود ثبت کنه. و پیشنهاد ما به عنوان یک شهروند بدخشانی از حکومت همین است که در مورد شناسایی غذاهای بومی مخصوصا شورچای که جایگاه بسیار گسترده در میان مردم بدخشان داره، این پس از شناسایی بدی در میراث‌های فرهنگی به عنوان غذای بومی مردم بدخشان باید ثبت شود. شورچای از جمله غذاهای محلی مردم بدخشان است که اکثر از صبحانه و ظهر هر خانواده از این غذا میل می نمایند و برخی از باشندگان این ولایت به نحوی این غذا عادت نمودند که ترک آن برایشان آسان نیست. آژانس خبری پژواک انعکاس دهنده حقایق.